ببینید من نمیدونم بابا که مردم متوجه هستن که تظاهرات خیابانی اگه فقط به این شکلی که داریم میبینیم ادامه پیدا بکنه هیچ اتفاقی نمیافته درسته اینا میدونن دیگه درسته ما فکر کنم هم اینا میدونم اوکی خب پس اگه همه اینا میدونن اگه کسی نمیدونه بگه, بگه که نمیدونه اینا خب یعنی اگه انتظار داری که مثلا رژیم سقوط بکنه فقط به خاطر اینکه مردم تو خیابونن خیلی انتظار عجیبه یعنی فکر کنیم بعضی مدتی مثلا جمهوری اسلامی قرار چیکار کنه قرار بگه بل شما زیاد تو خیابون بودین این هم به کلیدای حکومت شرمنده ببخشید ما مزاحم شدیم چون شما خیلی تو خیابون بودین ما میریم اینم دست شما خب همچه خبری نیست پس پس یه اتفاق خاصی باید بیفته درسته یه این تظاهرات باید به یک چیزی تبدیل بشه اگه قرار باشه براندازی اتفاق بیفته باید یه چیزی ماورای این اتفاق بیفته درسته بابک بله اوکی okay. حالا من یه, یه چیزی هم در محدودیت ها بگم ببینیم بچه جمهوری بی خدایان یک نان پروفیت هست تو کانادا و یک فایبوانسی هست تو آمریکا و خب روی هستیم الان برای همین یه سری چیزها رو ما نباید بگیم خب و اصلا کلا اخلاقی هم نیست که ما پیشنهاد کاری بکنیم خب ولی الان یه سری کسایی یه پیشنهادایی دادن ما میخوایم بررسی بکنیم که اگه این پیشنهادها مثلا اتفاق بیفته چه اتفاقاتی میتونه بیفته خب نتیجهش چیه؟ ما فقط داریم ما پیشنهاد کاری رو به کسی نمی کنیم، ما فقط داریم اینجا آنالیز میکنیم که ببینیم مثلا این منجر به چی میتونه بشه اون منجر به چی میتونه بشه خب و همین لطفا متوجه باشید که ما اینجا الان داریم چی به شما میگیم خب کلا اخلاقی هم نیست ما بالاخره اگه اتفاقی هم بیفته ما رو قرار نیست کسی ماها،, ماها بدیم هزینه یه سری کارهایی هم خیلی زیاده خیلی زیاده خب و اگر هم اتفاق بیفته جوابی هم نده ما اینجا نشستیم داریم آنالیز میکنیم و یه سری آدمایی به هزینه های بسیار گنده ای می میدن برای چیزی که ممکن اصلا جوابم در نهایت نده خب ولی در نهایت بعد ما داریم نظرمون رو نظرمونم شما میتونید به هیچ جاتون حساب نکنید خب با هیچ این نه فراخانه نه پیشنهاد به خشونت فقط نظره خب حالا اگرم کسی نظر مخالفی داره موافقی داره میتونه بیاد بگه ولی باید مراقب باشی که اینجا ما ام، کسی بخواد بیاد تشویق به خوشونت بکنه به خاطر حفظ کانالمون و حفظ شرکتمون توی آمریکا و کانادا باید شما رو بندازیم پایین خب برای همین یه سری چیزها رو شما میتونید حالا دیگه بقیه نمیگم ولی خب حالا یک سری یه سری پیشنهادهایی که داده شده یه مثالی خیلی بیشتر از بقیه مثال من میشنوم که قرار این کار رو بکنی. تسخیر صدا سیما است خب. که همچین کاری هر کسی اینو اقدام به همچین کاری بکنه اولا باید آگاهی سازی بکنیم که به احتمال زیاد کسی که این کار رو کند خواهد مرد به احتمال زیادتر از معمول خب برای که اینکه یکی از خط قرمزهای جمهوری اسلامی هست و احتمال اینکه رگبار بشین رگ رگبار بشی، رگ، رگ بکنن کسایی که قراره مثلا به همچین جایی حمله هم بکنن یا که بخوان تسخیرش بکنن تقریبا نزدیک به بالای 90 درصده درست میگم بابا بالای 90 درصد میتونیم بگیم میتونیم بگیم آره منم موافقم با وزیر اصلاحات و اینکه احت... به احتمال اینکه شما موفقم بشید بسیار کمه خب برای همین احتمال مرگ بسیار بالاست و احتمال پیروزی بسیار کمه خب ولی با این حال پس تموم چیکار کنیم تموم کنیم در اتاق ببندیم با بریم بابک تموم شد دیگه چیزی بگیم گفتم احتمال مرگ بالاست و احتمال ادام. پ... ادامه 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 ادامه. ادامه ام... ولی با این حال ممکنه خب که با اینکه شما مردید این ب... چیزی بگم که بخ... به بخ... ما اوکی من اینو ج... این یه چیز دیگه شروع میکنم خب اینو در نظر داشته باشین میخوام یه جوری بگم که مثلا مردم فکر نکنن پیش نشین ببین فراخوان دادن به نظر نمیرسه که منجر به چیزی میشه خب معمولا یه اتفاق خاصی میفته مردم به شدت میان تو خیابون خب بعد میگن این هم مردم تو خیابون دیگه همینجوری میمونیم تو خیابون میمونیم تا اینکه چیز بشه برانداز بشه خب همون کسایی هم که میگن که تو خیابونو رو ترک نمیکنیم تا وقتی که برانداز بشه در نهایت خیابان رو ترک میکنن یه بالاخره به یه جایی میرسه که برم گرم میان خونهشون و بعد از این مدتی مردم خیابون نمیان خب و میاد اد مردم یه اداری کمتر میشه تظاهرات داره کمتر میشه مردم برم خونه چیکار کنیم چیکار نکنیم میان می فراخوان بدین هی اون فراخوان میده این فراخوان میده بعد مردم جواب میدن ها خب ولی نسبت به اون اتفاق اولیه‌ای که افتاده که مردم آورد تو خیابون به اون اندازه جواب نمیده این فراخوانا به اون اندازه جواب نمیده درسته بابک بله بله. اکی اکی. بله بله اگه اختلاف نظر داری بگو به من خب نه اره. بعد بلکه اتفاقی نمیفته اینا کم میشه مردم نامید میشه میگن ما فکر میکردیم این دفعه دیگه... دیگه, این دفعه دیگه فکر کردیم براندازی میشه این دفعه با بقیه قب... دفعه قبلی فرق داشت این دفعه اینقدر مردم اومدن اینقدر زیاد بود فکر کردیم دیگه این یکیه خب و دفعه بعد که مثلا قرار یه اتفاق دیگه میفته که مردم میان تو خیابون میگن که برین این دفعه حلش بدین جمهوری الان دفعه میفته خیلی یادشون میفته که دفعه قبل هم یه همچین حرفایی زده شد و بعد اتفاقی نیفتاد و بر همین دل سرد میشن دفعه بعد ممکن است کم تر بیان تو خیابون میگن دفعه قبل به ما گفتن این دفعه است دیگه این دفعه است دیگه خب خب پس چیکار اگه می... اگه کسانی که میخواهند خب که این اومدن تو خیابون ها خب به یه چیزی خوا... بیشتر از این که مثلا جهان توجه جهان رو جلب کردیم خب با... توجه جهان مثلا تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به براندازی؟ نه. خب من نمیگم که تظاهرات به در نمیخوره. یه چیزی بگم ما یه قانون داریم بهش میگن لو 3.5%. خب یعنی قانون 3.5 درصد. یعنی فکر کنم به غیر از دو تا به غیر از دو تا گزینه تمام تظاهراتی که به سه و نیم درصد جمعیت مردم رسیده به, به سه و نیم درصد جمعیت یک کشور رسیده باعث تغییرات سیاسی شدید شده یعنی به طوری دگرگونی شده خب ولی خب پس یعنی چی یعنی شما اگه اولا که این تظاهرات اصلا اینکه ما الان دیدیم با اینکه خیلی خط قرمزای زیادی رو رد کردیم نزدیک به 3.5 درصد جمعیت ایران هم نشد شد شد بابک سه و نیم درصد جمعیت ایران بیان تو خیابون نه فکر میکنم خیلی مونده به اونجا برسیم آره خیلی مونده به اونجا برسیم خب بعد تازه سه و نیم درصد برای چه مدت نه برای مثلا یه روز دو روز برای یه, یه ماه دو ماه همین جمعیتی هم که انقدر زور زدیم اومدن تو خیابون الان چقدر موندن تو خیابون الان فعلا دو هفته است میتونی یه ماه دو ماه ادامش بدی تا به سه و درصد هم روز نرسیده تا وقتی به سه درصد هم برسی این سه درصده برای این باعث دگرگونی میشه که باعث با... یه کار خیلی گنده یعنی یه چیزی به غیر از تو خیابون اومدن یه کاری کردن خب فقط تو خیابون نیومدن حالا فراخوان دادن فراخوان دادن من نتیجه نمیده مردم مثلا برای محسو امینی میان بیرون برای فلان اپوزیسیون بیاد فراخوان بده و اینا برای اون نمیان بیرون خب یعنی میان بیرون ولی نه به هر چقدر بهشون امید ویدیو و فلان اینا به اندازه اون چیز اتفاق اولیه کار نمیده خب برای همین شما اگه فراخانه جواب میده و یه اتفاق جواب میده برای اینکه مردم بیان تو خیابون شما احتیاج به اتفاق دارید خب حالا اتفاق هم یعنی که منتظر باشین که جمهوری اسلامی غلط یه جرم دیگه انجام بده خب پس اگه میخواید این اتفاقهایی که باعث میشه مردم بیشتر بیان تو خیابون زیادتر بشه اتفاقها رو باید از دست جمهوری اسلامی بگیرین و بذارین تو دست خودتون شما باعث یک اتفاقهایی بشین که مردم بعضی نگاه بکنن بگیرن فلان اتفاق افتادی که پاشون بیان تو خیابون دیگه یعنی به جای که فقط یه اعلامیه بدین مردم بیان تو خیابون شما یه کاری کردید بگیرن ببین من چی کار کردم ببین من چقدر هزینه دارم میدم خب تو نمیتونی پشت بید خوب واسه یه همچه حالت نخنید من اکتمادان دارم در ریشت خیلی نمیشه نباید بخنید من خب نظرت چیه بابا؟ حرف غیر منطقی دارم میسه نه؟ نه منتقی نیست خب منافقم کاملا آه توی یوتیوب توی یوتیوب یه نفر دارم میسه آماره جمعیت آکی توی یوتیوب یه نفر دارم میپرسه که این قانون این آمار جمعیت این سوانین درست داره از کجا داری من نمیدونم شما الان روی اینترنتید نمیتونید سرچ کنید سانیم درصد رول قانون سانیم درصد این مال یه خانومیه که این تحقیقات دا برای دانشگاه یه استاد هست از دانشگاه هاروارد این بر اساس تحقیقات این خانم هست خب و خیلی ها خیلی ها وقتی که یعنی خی... یعنی خیلی سایت شده نمیدونم چجوری بگم اینا. یعنی اینو به عنوان منبع خیلی از متفکرین و فعالان سیاسی و مردم تو خیابون و همه این چیزها استفاده کرده خب از هزاران گذین هایی که نگاه کرده فقط دو بار این جواب نداده یعنی خیلی استثنائیه که این جواب نده